برنامه رو با نام تو آغاز میکنم، پس نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن. سلام، یه روز دیگه از نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. لبخند فراموش نشه، با گاهی نگاهی با ما همراه باش. بریم سراغ اکران فیلم ها و نظر تماشاچی ها رو در خصوص جشنواره جویا بشیم. بیننده های عزیز، منتظریم تا در واقع مشتاقان هنر تشریف بیان به سالن و انیمیشن رو برنامه با هم ببینیم. چطور بود؟ خیلی خوب بود، خوشم اومد از کار. خیلی نسبت به سال قبل بهتر بود به نظر من. خیلی خوب بودن، یعنی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتم بودن. فکر میکردم کار دانشجویی ضعیف‌تر باشن، ولی خب خیلی خوب بودن. یه سریاشون واقعا جای تعریف داشتن. در کل کارا خوب بود، ایده های خوبی پشت یه سری از کارا بود، حتی شاید اینها رو میشد ازش سری ایده های جدیدتر و نوتر هم از اونها در آورد و الهام گرفت ازش. بخش داخل احساس می‌کنم که سالهای گذشته کارهای بهتری انجام شده، مخصوصا توی پویانمایی. خدمت فرض کنم کارهای تیویدی، کارهای سه‌بعدی خیلی خوبی بود من دیدم. بعد سناریو خیلی بهتر شده، سناریوی بهتر، فیلمنامه‌های خیلی بهتری رو استفاده کردن. بخش خارجی هم خب مسلماً کارهای خیلی خوبی میاد. ولی در خصوص جشنواره که باید نرس کنم که جشنواره از روزی که افتتاح شد واقعا نسبت به جشنواره قبلی شروع خاصه خیلی بهتری داشت. هم از نظر تعدد بخش‌های جشنواره و هم از نظر تعدد سالن ها و بخش های زیادی که نسبت به سال های قبل اضافه شد نسبت به جشنواره. در مجموع تا الان فکر میکنم جشنواره پرباره و پویایی. در این دوره از جشنواره پویانمایی اتفاقات جدیدی رو داریم دنبال می‌کنیم که در دوره‌های قبل نبوده و اینها به عنوان یک گامی به جلو هست. امسال ما پیش‌بینی کردیم که تعاملمون رو با دانشگاه‌ها بیشتر بکنیم،
و هم از اساتید دانشگاه و متخصصین در داوری و در هیئت انتخاب استفاده کردیم و همین که توانمندی دانشجویان مختلف رو در تولید فیلم داریم محک میزنیم و پایان نامه های دانشجویی رو در این حوزه داریم حمایت میکنیم. نشست های تخصصی رو داریم برگزار میکنیم. یکی از نشست های تخصصی بررسی پایان نامه های دانشجویی است. باز امسال از اقدامات دیگری که کردیم در کنار این جشنواره نمایشگاهی رو برگزار میکنیم تحت عنوان نمایشگاه معرفی هنر معاصر در پویانمایی. اطلاع دارید که پویانمایی یک صنعتی است که هنرهای مختلف درش وجود داره، از جمله هنر نقاشی، هنر گرافیک، اینها در درون پویانمایی وجود داره. ما در یک نمایشگاهی به متخصصین و به مردم میخوایم اعلام بکنیم که ساخت یک انیمیشن با چه تکنیک هایی و با چه هنرهایی آمیخته است. نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران 17 تا 21 اسفند ماه سال 1393. این درخت بسیار زیبایی رو که ملاحظه می‌کنید معروف به درخت انقلاب اسلامی که توسط هنرمندان این کانون طراحی شده. به مناسبت نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران این درخت رو با پرچم‌های کشورهای شرکت کننده و تصویر فیلمسازان آذین‌بندی کردند. با ما همراه باشید که میخواییم بریم یه سر بزنیم به داوران بخش خارجی. خاطرم میاد اون زمانی که جشنواره اول به اصطلاح بنا بود که شروع بشه، حالا چون خود من اون موقع مسئولیت در کانون پرورش فکری داشتم، کسی باورش نمیشد که بتونه یه جشنواره اختصاصی پویانمایی یا انیمیشن شکل بگیره، پا بگیره و رونق پیدا کنه. خیلی حتی تردید داشتن در این قضیه، ولی الان میبینیم که چقدر پر رونق. نزدیک 2000 فیلم فقط برای این جشنواره رسیده که 1000 خودش از کشورهای مختلفه و نزدیک 800 خودش هم به اصطلاح از خود داخل ایران هست. نحوه برگزاری این جشنواره و خود جشنواره کیفیتش رو با جشنواره هایی که شما در خارج از ایران شرکت کردین و برای بیننده های ما توضیح بدین ممنون میشم. من خیلی خوشحال هستم که توی این جشنواره شرکت کردم و این جشنواره یکی از بهترین جشنواره های این دورانی بودی که تا حالا من رفتم. در مقایسه با انسی، زاگره میتونیم با اونا مقایسه کنیم این جشنواره رو. کیفیت تولید و ورکشاپ هایی که برگزار شده میتونه یکی از بهترین فستیوال ها باشه، یکی از بزرگترین فستیوال ها میتونیم نام ببریم این جشنواره رو. Big size animated festivals in the world. جشنواره رو چطور دیدین؟ از جشنواره برای ما بگین. من فکر میکنم که تا به حال بسیار برام لذت بخش بوده و تجربه خیلی خوبی بوده و در سطح استاندارد فیلم های بسیار خوبی رو دیدم اینجا.
به نظر شما سطح برگزاری جشنواره ما در حد جهانی هستش یا خیر؟ بله مطمئنا اینطور هست و به راحتی میتونه با جشنواره های بین المللی مقایسه بشه. سطح انیمیشن کارهای ما رو در چه حدی دیدین؟ سطح جوانای ما و سطح کارهایی رو که ایشون داوری کردن دیدن در خصوص اینا بر ما صحبت کنن. میگن که بسیار جذاب بوده و اینکه من تا به حال جای زیادی ندیده بودم انیمیشن های ایرانی. کار هیئت انتخاب رو چطور دیدین؟ اونطور که من میدونم کار هیئت انتخابی خیلی کار با کیفیتی بوده. من میدونم که بیش از 1000 تا کار مختلف به جشنواره معرفی شده و خدا رو شکر که ما هم مجبور نشدیم همین اون 1000 تا رو ببینیم و در واقع فقط هیئت انتخاب کمتر از 200 تاشون رو به داوران معرفی کرد و واقعا باید بگم که کارهای با کیفیتی بودن و تقریبا همشون خوب بودن، ولی بعضیشون خیلی سطح بالاتری داشتن و همینطور داوران هم خیلی برشون سخت بود که بهترین ها رو انتخاب کنن. از نقاط قوت و نقاط ضعف این جشنواره اگه امکان داره بر ما بگیم. هیئت انتخاب فیلم های زیادی رو برای ما انتخاب کرده که ما داوری کنیم. خیلی خوبه که ما در این فستیوال تعداد زیادی فیلم های ایرانی داشتیم، زیرا فستیوال یک فرصتیه که میتونیم در اون فیلم های ایرانی و همچنین فیلم های بین الملل رو در اون ببینیم. خسته نباشید، میگم بهتون انشالله که روزه آتی خیلی بهتون خوش بگذره. قربان شما. اینجا ایران نخامین جانچوانرهی بینال ملالی پویانامایه تهران با گاهی نگاهی همراه ما باشید. حال هوا جشنواره این چند روزی که گذشت و به روز اختتامی رسیدیم، از این بر ما بگین. بسیار عالی واقعا باعث باشید اینجا تو شروع نشاط افرادی که هم به عنوان شرکت کننده توی جشنواره هستن ببینید، هم افرادی که تولید اثر داشتن. یعنی حالا من خودم به عنوان تولید کننده اثر، چون بین افراد متخصص و تولید کننده بودم اینجا، این شروع نشاطی که بین بچه‌ها بود با حال هوای تخصصیش کاملا فضای یک جشنواره بین المللی رو برای من تداعی میکرد. انیمیشن در طول این چند سال در داخل کشور جواب داده. خیلی از دانشگاه‌هایی که دارن رشته انیمیشن رو در سطح کارشناسی ارشد در واقع تدریس میکنن، مثل دانشگاه تربیت مدرس، مثل دانشکده صدا و سیما، مثل دانشگاه هنر، دانشگاه سوره، در واقع آثار خیلی خوبی در اوتپوت و خروجی اونها میبینیم و این نشون میده که در واقع اون ترفندهای آموزشی، اون نگاه آموزشی جواب داده و واقعا بعضی از آثار حیرت انگیزه و هیچ چیزی کم نداره در رقابت با آثار شاخص بین المللی با امکاناتی که اونها در کشورهای اروپایی و امریکایی دارن. در واقع مسئولیت پوشش خبری نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران رو بر عهده داره. جشنواره همونطور که میدونید در واقع طی سالهای گذشته که برگزار شده خوشبختانه به جایگاه خوبی در بین جشنواره‌های جهان دست پیدا کرده و رسانه‌های جمعی هم خوشبختانه پوشش خوبی به این جشنواره میدن.
از ماها قبل کار خبری این ستاد رو آغاز کردیم و پیش خبرهایی برای رسانه ها ارسال کردیم و در حین جشنواره و یا روزهای نزدیک به جشنواره حجم فعالیت خبریمون خیلی بیشتر شد. یه بخشی از فعالیت این ستاد در واقع ارتباط با رسانه هاست که مطلع بشن از برگزاری چنین برنامه‌ای و حضور داشته باشن، که حالا من همینجا هم تشکر میکنم از رسانه ها به خاطر پوشش خبری جشنواره. بخش خبر از صبح که شروع میشه گرفتن گزارشات خبری هستش، مصاحبه ها هستش، روز قبل جشنواره حاشیه های خبری هستش، همه اینها رو به صورت خبری به بخش خبر میرسونن. بچه های خبر بعد از تایپ و ویراستاریش این برنامه رو به بخش طراحی میرسونن و بعد از طراحی این برنامه که تا ساعت شاید 1، 2 یا 3 صبح به طول انجام میده، توی یه سی دی و به بخش چاپخونه ارائه میشه و بعد از چاپ که هلوش 6-7 ساعت طول میکشه، برای ساعت 10 یا 11 صبح که روز بعد جشنواره، شروع جشنواره هستش، به دست تمامی هنرمندها، تمامی حاضرین و خود اهالی جشنواره و پویانمایی رسونده میشه. و خدمتتون عرض کنم که خستگی تن ما هم درست زمانی از تنمون به در میشه که بولتن سالم و جذاب به دست همه مدعوین رسانده میشه. جشنواره این دوره با جشنواره‌های دوره قبل، به حال شما تو بطن کار بودی، چطور بودش؟ والا از نظر کیفیت فیلم‌ها، پکیجی که دوستان دبیرخونه، بخش بین‌الملل و همه عزیزانی که دارن کار می‌کنن زحمت کشیدن و جمعش کردن، باعث شده که طی شنیده‌هایی که من از بقیه اساتید داشتم شاهد بهترین فیلم‌ها باشیم که عموم غریب به اتفاقشون خیلی تعریف شده بود ازشون. و کارگاه‌های آموزشیش، جلسات نقد و بررسیش و حضور در واقع شخص اصلی این جشنواره، آقای الکساندر پتروف، همه باعث شده بود که امسال یکی از بهترین ها باشه. ولی خب همه دوره‌ها همینجوری هست، همه دوره‌ها خوب بوده ولی امسال بهتر بوده. کارا نسبت به سال قبل بهتر بود تقریبا، با توجه به امکانات و به ذات کانون پرورش که فوق‌العاده امسال خوب کار کرد نسبت به سال قبل. حال سطح کار خب متفاوت بود، به هر حال هر کسی از هر جایی و رنج های کار تولید میکنه با توجه به توان و پتانسیلش، اما ملبس اینکه به خصوص تیم ستادیش که خیلی خوب کار کرد، به لحاظ کیفی کار خوب اجرا شد، پخش شد، عالی بود. گاهی نگاهی از جانب شما قشنگترین هدیه خداست برای ما. جشن تصاویر در نوروز همراه با فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو سیما، جهیزیه پرماجرا،